سلام، خوش اومدین به کانال بزرگ پاپکورن مدیا. این روزا صحبت یکی از مدیرای اصلی پلتفرم نماوا سر و صدای زیادی به پا کرده و واکنش های زیادی به وجود آورده. خیلی از هنرمندا به حرفای این شخص معترض شدن و خلاصه اوضاع برای نماوا خیلی خوب پیش نمیره. ماجرا از این قراره که محمد حسن شانه‌سازاده، نایب رئیس هیئت مدیره نماوا که همزمان رئیس هیئت مدیره شرکت شاتل هم هست، توی یک گفتگوی ویدیویی با دیجیاتو میگه هنرمندا خیلی بی اخلاقن و با اینکه اسمشون فرهنگی و فرهیخته است ولی اصلا اخلاق ندارن و به قراردادشون پایبند نیستن و این چیزا. بدترین جای مصاحبه اما که خون خیلی از اهالی سینما رو به جوش آورده اونجاست که مصاحبه کننده میگه نگران نیستی با این حرفا هنرمندا نماوا رو بایکوت کنن، اما در جوابش شانه‌سازاده میگه نه، اول آخر پوله، پول بدی هر کاری برات میکنن. محمد حسن شانه‌سازاده متولد سال 52، مؤسس یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های خدمات اینترنتی ایران به اسم شاتله که همین اخیراً هم سبانت یکی از رقبای اصلیش رو خرید. این شرکت چند سال پیش نماوا رو راه اندازی کرد که همه با سریال های مثل قورباغه، خاتون، سیاوش و الان هم جنگل آسفالت میشناسیم. مهمتر از اینا این که شانه‌سازاده داماد یکی از مدیرای قدیمی فرهنگیه، یعنی شجاع‌الدین میرطاووسی که در دهه 60 جزء مدیرای وزارت ارشاد بوده و برگه‌هایی تحت عنوان مجوز حمل ساز برای اهالی موسیقی صادر می‌کرده. میرطاووسی البته توی دهه 70 کم کم به سمت صنایعی مثل بیمه رفت و از اونجا خیلی هم ثروتمندتر از قبل شد و حالا هم توی شرکت‌هایی که دامادش تأسیس کرده نقش خیلی خیلی مهمی داره. مثلا رئیس هیئت مدیره نماواست. حتی گفته میشه صاحب اصلی شاتل و نماوا شجاع‌الدین میرطاووسیه، نه دامادش، یعنی محمد حسن شانه‌سازاده. خبر مهم دیگه این که شانه‌سازاده، کسی که این حرفای جنجالی رو زده، توی یکی دو سال اخیر کمتر توی نماوا فعالیت میکنه و کارهای این پلتفرم به برادر همسرش یعنی محمد حسین میرطاووسی سپرده شده که میشه پسر شجاع‌الدین میرطاووسی، همون مدیر فرهنگی قدیمی و صاحب واقعی شاتل. اما فارغ از این نکات، درباره مدیرای پلتفرم نماوا اتفاق مهمی که دیروز افتاد واکنش‌های گسترده اهالی سینما به حرف‌های شانه‌سازاده بود. همایون اسعدیان تهیه کننده سریال شریک جرم گفت تا وقتی شانه‌سازاده توی نماوا باشه دیگه با این پلتفرم کار نمی‌کنه. مازیار میری کارگردان این سریال هم گفت تا زمان عذرخواهی رسمی این شخص از همه پروژه‌هاش با نماوا انصراف میده. رضا کیانیان، محمد حسین فرحبخش، محسن تنابنده، اسماعیل عفیفه و خیلی های دیگه هم اعتراض کردن. خود روابط عمومی نماوا هم یه اطلاعیه داد و گفت این ماجرا مربوط به یک سریال خاصه که با وجود هزینه‌های زیاد به خاطر بدعهدی به پخش نرسیده. سریالی که احتمالاً سوشون باشه، همون سریالی که شانه‌سازاده گفت برای هر قسمتش 8 میلیارد، یعنی 3 برابر بعضی سریال های دیگه خرج شده و مدت هاست آماده یه پخشه ولی هیچ خبری ازش نیست. جالب این که حتی گفتی میشه ممکنه پلتفرم سریال هم عوض بشه. نظر شما درباره حرف های مدیر نماوا چیه؟ حتما برمون کامنت بذارید و بگین که با این حرفای جنجالی موافقین یا نه. کانال پاپکورن مدیا رو سابسکرایب کنید.